همراه میشیم با موسی برزین، حقوقدان از ترکیه. آقای برزین، اهمیت این قطعنامه رو در چه میبینید و فکر میکنید که چقدر میشه که برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی موثر باشه؟ بله، خب این قطعنامه اولین قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل هست بعد از اعتراضات سراسری که بعد از قتل خانم امینی اتفاق افتاد. خب وقتی که ما نگاه میکنیم به ادبیات این قطعنامه تا جایی که من تونستم مطالعه کنم، خب یک ادبیات تند و خیلی محکمی داره و صحبت میکنه از نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران و کشتن مخالفان و یا اعدام فراقضایی اونها به عبارت بهتر توسط حکومت. خب وقتی که این ادبیات رو نگاه میکنیم میبینیم که خب واقعا جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که نقض حقوق بشر در ایران خیلی خیلی گسترده و سیستماتیک هست. در وضعیت فعلی خب راه رو باز میکنه برای اینکه این گزارش یک مبنایی بشه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران در انزوای بیشتری قرار بگیره و شاید حالا پروندهش خیلی در سازمان ملل وخیمتر بشه و فشارهای زیادی هم از طرف دولت‌ها متحمل بشه. در این وضعیت خب همیشه میشه امیدوار بود که حکومت از برخی از مواضع خودش به نفع حقوق بشر عقب نشینی کنه. فکر میکنین که خود اشاره کردین که جامعه جهانی بیش از پیش متوجه شده که جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر چه کارهایی داره انجام میده، اما چقدر میتونه مانع این نقض بشه جامعه جهانی با توجه به همه فعالیتایی که وجود داره، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هیچ همکاری با هیچ نهاد حقوق بشری نمیکنه؟ بله، ببینید باید طرف دیگر رو هم دید. شما اینطوری فرض کنید که اگر این فشارها و فعالیت‌ها و قطعنامه‌ها نبود حکومت چه ها که می کرد؟ یعنی همین فشارها باعث شده که حداقل به اصطلاح خیلی خیلی راحت هم نتونه حرکت کنه. خب درسته ایران خیلی به اصطلاح توجهی به اون مسائلی که در دنیا اتفاق می افته نداره، اما اگر این گونه به اصطلاح فشارها هم نبود مطمئن باشید که نقض حقوق بشر به مراتب بیشتر از این خواهد بود. ضمن اینکه بحث دولت‌ها هم هست، ببینید یه کنفرانس امنیتی برگزار میشه در مونیخ و دولت ایران رو به اون دعوت نمی‌کنند. خب ممکنه که دولت‌ها یه اروپایی مثل حالا رفتاری که کانادا داره انجام میده رو پیشه بگیرن و با فشارهای اقتصادی و سیاسی که میتونن وارد کنن باعث بشن که خب حکومت یا عقب نشینی کنه و یا اینکه جایگاه این حکومت بیش از پیش تزلزل پیدا کنه. به هر حال این گونه فعالیت ها و اقدامات و قطعنامه های مثل این راه رو باز میکنه برای اینکه مردم بتونن اعتراض خودشون رو بهتر به اصطلاح انجام بدن بدون اینکه نگران این باشن که مبادا صداشون در جامعه جهانی شنیده نشه. موسی برزین، حقوقدان از ترکیه، ممنونم از شما.